بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. محسن ابوشمی هستم، در خدمتتون هستیم با یک آموزش دیگه از سایت لرن فایلز. توی این آموزش هدفمون اینه که یک دکمه پرینت ایجاد کنیم در صفحه وبمون که کاربر با کلیک بر روی این دکمه بتونه یک سری از مطالب صفحه رو چاپ بگیره و پرینت کنه. برای تسریع در روند آموزش و حالا اینکه وقت شما عزیزان کمتر گرفته بشه، من یک صفحه وبی رو از قبل آماده کردم که خدمتتون نشون میدم. چیز خاصی تو این صفحه وب نیست، چون که ما توی این آموزش فقط میخوایم دکمه پرینت رو خدمت شما عزیزان آموزش بدیم. من خیلی روی دیزاین این صفحه کاری نکردم و فقط یک صفحه خیلی خیلی ساده. فرض میکنیم که این صفحه در واقع قرار پروژه ما باشه و صفحه وب ما باشه. ما میخوایم یک دکمه پرینتی بر روی این صفحه ایجاد کنیم که کاربر با کلیک بر روی این دکمه، این لیست قیمتی که من به عنوان مثال اومدم گذاشتم، این لیست قیمت چاپ بشه. قبل از حالا اینکه من کار رو شروع کنم، یک توضیح خیلی مختصر هم در رابطه با سورس این کدم به شما میدم، و چون که همراه با ویدیو این سورس کد رو خدمتتون ارائه میشه، یک توضیح خیلی مختصر میدم چون قراره با این سورس کد کار کنیم مشکلی پیش نیاد. البته ما با فایل CSS این کار نداریم، یک فایل CSS داره، یک فایل HTML. فایل CSSش که یک سری از تگای CSS از خیلی هم ساده، یه چیز خاصی نداره و ما بهش کاری نداریم. اما فایل HTML، فایل HTML یک توی فایل HTMLش من سه تا کلاس تعریف کردم. یک کلاس، کلاس منو هست که منو رو توش قرار دادم. همطور که ملاحظه میکنید یک کلاس دارم، کلاس منو، که منو رو داخل این قرار دادم. یک جدول ایجاد کردم که این جدول رو ملاحظه میکنید، این جدولی است که من اومدم ایجاد کردم به عنوان مثال. و یک فوتری هم اومدم اینجا گذاشتم که حالا یک مطلبی رو اومده توش نوشته و این هم در واقع فوتر من هست که شما ملاحظه میکنید. و یک فایل CSS که یک سری کدهای CSS داره. این فایل HTML رو فقط از این بابت توضیح دادم خدمتتون که چون قراره در حقیقت با این فایل یک مقداری کار کنیم و قرار دکمه پرینت رو بر روی این فایل اضافه کنیم، گفتم که در حقیقت مشکلی از این بابت نباشه. خب کار رو شروع میکنیم. هدف ما اینه که یک دکمه پرینت ایجاد کنیم. این دکمه پرینت رو من میخوام با استفاده از jQuery پیاده سازی کنم. قدم اول اینه که ما کتابخونه jQuery و فریمورک jQuery رو بهتر بگیم، فریمورک jQuery رو در واقع به این سایت هم زمینه سایت هم کنم و به این سورس کدم فریمورک jQuery رو اضافه کنم. برای اضافه کردن فریمورک jQuery دو تا راه شما دارین. یکی این که مستقیما فریمورک jQuery رو دانلود کنید، کافیه توی گوگل بزنید دانلود jQuery، براتون میاره سایت jQuery.com، مستقیما صفحه دانلودش رو براتون باز میکنه. این یک راه اول هست که خدمتتون گفتم. یه راه دیگه هم البته داره برای در واقع گرفتن jQuery، و راه دیگهش اونه که ما با استفاده از روش CDN بیایم و در واقع فریمورک jQuery رو اضافه کنیم. ببینید این الان سایت jQuery نسخه مختلف jQuery رو گفته، من میتونم از اینجا نسخه مختلف jQuery رو دانلود کنم. مهم نیست چه نسخه از jQuery رو دارین دانلود میکنید، چون ما فقط میخوایم یه دکمه پرینت با استفاده از jQuery
بسازیم، برای همین اهمیتی نداره چه نسخه ای رو دارین دانلود میکنین. توی تمام نسخه های جیکوئری این امکانی که ما میخوایم وجود داره. این یک راهشه که شما دانلود کنید فریمورک جیکوئری رو. یه روی دیگرش هم همونطور که خدمتتون عرض کردم با استفاده از روش CDN، اینجا بزنین جیکوئری CDN براتون میاره. روش CDN یعنی اینکه ما فریمورک جیکوئری رو دانلود نمی کنیم. حالا احتمالا این مطالبی رو که من میگم احتمالا خیلی از عزیزان آشنایی دارن، ولی خب باز هم در واقع تکرار میکنم که حالا اگر عزیزانی باشن که آشنایی کامل نداشته باشن مشکلی براشون پیش نیاد. این jQuery CDN توی این روش ما فریمورک jQuery رو دانلود نمی کنیم، نه فریمورک jQuery رو دانلود می کنیم نه توی پروژمون اضافه می کنیم. فریمورک jQuery رو ما به صورت آنلاین از سایت jQuery.com این فریمورک jQuery رو دریافت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی هر وقت که پروژه من قراره باز بشه، قراره بالا بیاد، قراره به در واقع صفحه من به نمایش در بیاد، در اون مواقع میده ابتدا از سایت jQuery فریمورک jQuery رو میگیره و بعد صفحه رو نمایش میده و کدهای jQuery رو به نمایش در میاره. یعنی ما توی اینجا فریمورک jQuery رو دانلود نمی کنیم، بلکه هر بار که سایت احتیاج داره به صورت آنلاین فریمورک jQuery رو دریافت میکنه. این رو در اصطلاح روش CDN میگن، بهش میگن روش CDN. توی اینجا ببخشید، توی اینجا همونطور که ما لازم این قسمت برای دانلودش، این قسمت برای CDN. دو تا نسخه ارائه داده، یکی نسخه مینیفاید هست، یکی نسخه آن کامپرست هست. این نسخه مینیفاید نسخه ای هست که فضای بین کدهای jQuery برداشته شده، یعنی این که در واقع کدهای اون به نوعی در واقع فریمورک jQuery پروداکت شده، مینیمایز شده، فضای بین کدها برداشته شده این نسخه مینیفاید. یه نسخه دیگه از نسخه آن کامپرست که این نسخه در واقع نسخه فشرده نشده این فریمورک jQuery هست، هیچ در واقع فشردگی صورت نگرفته و بین کدها در واقع کامنت وجود داره، اسپیس وجود داره و فهمش راحت تره. من معمولا خودم به شخص نسخه مینیفاید رو همیشه میگیرم به خاطر اینکه حجمش کمتره و فکر میکنم که سرعت به نوعی حالا حجم در واقع پروژم رو کمتر میکنه. وقتی شما روی این نسخه مینیفاید کلیک میکنی، یا روی حالا هم چه روی این ورژن، چه روی این نسخه، چه روی این نسخه فرق نداره، وقتی روش کلیک میکنید یک پنجره باز میشه، یک کدی رو به شما میده که این کد رو باید بین تگ هدتون قرار بدید. یعنی در واقع این کد رو باید بین تگ هد در پروژهتون قرار بدید. خب این همطور که خدمتتون عرض کردم این کد در واقع سایت من هست. به عنوان مثال من میام در واقع کدی که سایت jQuery داده بین تگ هد قرار میدم، به همین سادگی. وقتی سیف میکنم و در واقع نرم افزار رو ریلود میکنم، میبینین که در واقع اینجا فریمورک jQuery اضافه میشه. این اولین قدم هست برای در واقع اینکه خب ما بتونیم در واقع از این فریمورک jQuery بتونیم استفاده کنیم. خب قدم بعدی اینه که ما بیایم در واقع باید یک تابع ایجاد کنیم که یک تابع ایجاد میکنیم برای در واقع استفاده از این فریمورک jQuery برای ایجاد دکمه پرینت. یک تابع من ایجاد میکنم، اسم این تابع رو میزنم فانکشن. اسم این تابع ببخشید با کلمه کلیدی واسه میخوام از خدمتتون، با کلمه کلیدی فانکشن این تابع رو من یک تابع میتونم تعریف کنم، اسمش میتونه هر چیزی باشه. من مثلا اسم تابع رو میذارم پرینت پیج.
یک کلمه کلیدی داریم به اسم فانکشن که برای ایجاد تابع، و این هم اسم تابع من هست که اسمش از پرینت پیج. حالا هر اسمی میتونه باشه، این انتخاب اسم برمیگرده به شما، هیچ اهمیتی نداره من اینجا اسمش رو چی میذارم. خب در مرحله بعدی ما توی این تابع یک تابع دیگر رو فراخوانی میکنیم، یک تابع دیگر رو فراخوانی میکنیم. از عذرخواهی میکنم که اول ما باید در واقع تگ مربوط به اسکریپت، تگ مربوط به جاوا اسکریپت رو ابتدا باید باز کنیم. من اینو فراموش کردم، اسکریپت تایپ توی پنجره سجستشن هم میبینیم که میاره تکس جاوا اسکریپت، و اینجا هم این اسکریپت رو میبندم. همیشه کدهای جاوا اسکریپت رو همونطور که میدونید باید بین در حقیقت تگ مربوط به جاوا اسکریپت بذارید. خب من توی اینجا یک تابع دیگر رو فراخوانی میکنم، توی این تابعی که ایجاد کردم، توی این تابع پرینت پیج یه تابع دیگر رو فراخوانی میکنم، اسم این تابع رو میذارم پاپ آپ. حالا این تابع پاپ آپ رو البته باز بعدش باید ایجاد کنم، فعلا اول فراخوانی میکنم این تابع رو، در واقع اسمش رو میذارم پاپ آپ. این تابع یک ورودی میگیره، اسم این ورودی هست element، من اسمش رو میذارم element. حالا باز هم میگم هر چیزی میتونه باشه، اسمها در واقع دل بخواهیه. با پسوند HTML، یعنی پس اینجوری میشه pop up $element.html. من اینجا کاری که کردم این بود که یک تابی به اسم pop up رو اومدم فراخوانی کردم، اومدم کال کردم. ضمن این که این تابع اولی، تابع پرینت پیج هم یک متغیر ورودی میگیره به اسم، در واقع به یک متغیر ورودی قرار بگیره، من اسم این متغیر ورودی رو میذارم دیتا. پس تا اینجا ما یک تابی رو در واقع ایجاد کردیم به اسم پرینت پیج با کلمه کلیدی فانکشن، یک تابع در جاوا اسکریپت ایجاد کردیم به اسم پرینت پیج. این تابع پرینت پیج یک متغیر ورودی میگیره، من اسم این متغیر ورودی رو گذاشتم دیتا. بعد داخل این تابع پرینت پیج یک تابع دیگه فراخوانی کردم، داخل این تابع پرینت پیج یک تابع دیگه فراخوانی کردم به اسم پاپ آپ، که این پاپ آپ یک متغیر میگیره در واقع به اسم element با پسوند HTML به این صورت. خب حالا اینجا اگر ملاحظه کنید ما تابعی به اسم پاپ آپ نداریم، یعنی اومدیم یک تابعی در واقع فراخوانی کردیم که اصلا وجود نداره، من اینجا تابع پاپ آپی رو ندارم، یعنی یک تابع پاپ آپ اومدم کال کردم در حالی که اصلا تابع پاپ آپی وجود نداره. خب اینجا ما در حقیقت تو مرحله بعدی بعد این تابع پاپ آپ رو تعریف کنیم. همونطور که من اینجا اومدم تابع پرینت پیج رو تعریف کردم، اینجا هم بعد تابع پاپ آپ رو تعریف کنم و بعد ایجاد کنم تابع پاپ آپ رو. خب دوباره با کلمه کلیدی فانکشن این تابع رو تعریف میکنم، اسمش که خب هست همون پاپ آپ، میخوام تابع پاپ آپ رو تعریف کنم. این تابع پاپ آپ یک متغیر میگیره، حالا این متغیر من اسم این متغیر رو میذارم دیتا، یک متغیر ورودی بعد دریافت کنم من اسمش رو میذارم دیتا. اجازه بدین من اسم اینجا این رو element کنم که مشکلی پیش نیاد. بله البته میگم اسم اینجا اهمیتی نداره، ولی به هر حال برای اینکه خاطر جمع باشیم اسم این قسمت رو من element کردم. تابع پرینت پیج با در واقع ورودی element داره کار میکنه، و تابع پاپ آپ هم یک متغیر ورودی داره به اسم دیتا. حالا میتونست برعکس باشه، میتونست من به جای این دیتا بزنم مثلا len files، به اسم متغیر رو هر چی که بخوام میتونم بزنم. خب این تابع رو توی این تابه
یک متغیری من تعریف میکنم، اسم این متغیر رو میزنم مای ویندو مثلا، حالا هر چی میتونه باشه. این متغیر رو برابر با این عبارت قرار میدم، ویندو دات اوپن. حالا خدمتتون عرض میکنم که این چی است. ببینید قبل از اینکه حالا من ادامه کار رو خدمتتون بگم، یک توضیحی درباره این تابه پاپ آپ بدم که این تابه پاپ آپ رو چرا ما داریم اصلا می‌نویسیم. این خیلی مهمه که ما چرا اصلا این تابه رو داریم می‌نویسیم. جی کوئری یک امکان خیلی جالبی داره که وقتی شما روی دکمه پرینت کلیک می‌کنید، یک پاپ آپی رو براتون باز می‌کنه مثل تقریبا این. حالا این رو نمیتونیم، شاید درست نباشه که من این رو یا پاپ آپ در نظر بگیرم، ولی یه پنجره باز میشه، حالا جدای از پنجره صفحه اصلی، که قبل از اینکه اطلاعات رو چاپ کنه، اون اطلاعاتی که قرار چاپ بشه یه پیشنمایش، یک پریویوی به کاربر میده. یعنی قبل از اینکه عملیات چاپ رو شروع کنه، توی یک پاپ آپی میاد اون اطلاعاتی که قرار چاپ بشه به کاربر نشون میده، میگه شما یک همچین چیزایی رو میخوان چاپ کنید، یک همچین مطالبی قرار چاپ بشه، یه پریویوی به کاربر میده توی پاپ آپ. این در حقیقت برای همینه که ما داریم تابه پاپ آپ تعریف میکنیم. حالا این رو من خروجی بگیرم و در آخر کار دوباره توضیح میدم، خیلی مشهورتر میشه و قطعا خیلی راحتتر میتونین درک کنید. فقط اینجا من حالا یک توضیح مقدماتی خدمتتون گفتم. تابه ویندو دات اوپن وظیفش باز کردن یک پنجرهه. یعنی ما با استفاده از تابه ویندو دات اوپن، همینطور که اسمش روشه، باز کن پنجره، ویندو پنجره، اوپن باز کردن، باز میکنه یک پنجره جدید رو. خب ما میخوایم یک پاپ آپی باز بشه که اطلاعات قبل از چاپ به کاربر نشون داده بشه. قدم اول اینه که ما یک پنجره رو باز کنیم. خب بس میگیم ویندو دات اوپن. این در واقع متد چند تا قسمت داره. یه قسمت در واقع URL هست که میگه این پاپ آپی که میخوای باز بشه، توی قسمت اول من باید آدرس در واقع دامنه اون پاپ آپ رو بیام اینجا بزنم، یعنی بیام بگم که این پاپ آپ من قرار کجا باز بشه، توی چه دامنه، توی چه آدرسی باز بشه، یعنی در حقیقت URL اون رو مشخص کنم. این تگ رو من خالی میذارم. چرا؟ چون الان پروژه رو دارم روی لوکال دارم مینویسم، پروژه من روی سرور نیست، بنابراین اینجا در حقیقت باید خالی باشه. میبینیم که در حالا در انتهای این قسمت میبینیم که خالی باشه کاملا کار میکنه، یعنی هیچ در واقع مشکلی به وجود نمیاد اگر خالی باشه. من مجبورم اینجا این رو خالی بزنم، این پارامتر رو، به خاطر اینکه خب میگم رو لوکال دارم پروژه رو می‌نویسم. قسمت بعدی و پارامتر بعدی که بعد مشخص کنم، عنوان در حقیقت این پاپ آپیه که قرار باز بشه، یعنی یک اسم باید به این پاپ آپ بدم، بگم مثلا اسم این پنجره که شما داری باز میکنی مثلا اسمش از مای دیف. این هم هیچ اهمیتی نداره که شما در حقیقت اسم این رو چی میزانین یا این رو، اینها هیچ اهمیتی نداره. بعد ما میبینیم که حتی اگر خالی هم که باشه باز هم کار میکنه، این پارامتر خیلی اهمیتی نداره. پارامتر بعدی که بعد مشخص کنیم، مشخصات در حقیقت اون پنجره‌ای که میخوایم باز بشه، مثلا مثل عرضش، مثل طول، که این پنجره با چه عرض و چه طولی باز بشه. مثلا من عرضش رو به عنوان مثال، مثلا عرضش رو میدم 400 پیکسل فکر میکنم مناسب باشه، و طولش رو هم میدم 600 پیکسل فکر میکنم کافی باشه. به همین سادگی تموم شد. هیچ چیز خاصی هم ما میبینیم اینجا کار خاصی نکردیم. این هم باز خیلی اهمیتی نداره. یکی ممکنه بیاد به جای این 400 پیکسل بده مثلا 100%، یکی ممکنه بده 800 پیکسل، هیچ اهمیتی نداره و مهم نیست که شما چه عرض و طولی میدین.
قدم بعدیه که باید انجام بدیم اینی که شروع کنیم به نوشتن داخل این پنجره با استفاده از در واقع متد document write. من میتونم این عملیات نوشتن توی پنجرم رو انجام بدم. ابتدا اسم اون متغیری که تعریف کردم رو مینویسم my window dot document. ببخشید اینجا من اشتباه تایپ کردم. ملاحظه میکنید که توی پنجره suggestion داره به من نشون میده document.write، این رو انتخاب میکنم. توی من با استفاده از این عبارت، این پنجرهی که حالا به اسم my window باز شده، میتونم این پنجره رو داخل شروع کنم به نوشتن. باز این هم اسمش رو شد document.write. حالا من اینجا هر چی میتونم بنویسم، هر چیزی که بخوام میتونم بنویسم. مثلا من در مرحله اول میام یک عنوان برای این پنجره مینویسم، یک تایتل مینویسم. چجوری؟ یک تایتلی مشخص میکنم با تگ تایتل، یک عنوانی رو براش در نظر میگیرم. مثلا مینویسم آموزش پرینت صفحه وب. مثلا این عنوانیه که من گذاشتم. خیلی چیزا من میتونم هر چی بخوام میتونم بنویسم. جالبه که با استفاده از این عبارت document.write حتی میشه یک فایل css نوشت. هر چیزی که بخوایم میتونیم بنویسیم، کافیه که بین تگ‌های مناسب قرار بدیم. مثلا من اینجا وقتی عنوان رو میخوام بنویسم، خب بعد بین تگ تایتل بنویسم. دوستان احتمالا در جریان هستن که عنوان باید بین تگ تایتل باشه، همینطور که عنوان این صفحه بین تگ تایتله، اینجا هم عنوانش باید بین تگ تایتل باشه. چیز بعد، مطلب بعدی که قراره بنویسم مثلا my window dot my window dot document write. مطلب بعدی، خب مطلب بعدی که میخوام بنویسم همون اطلاعاتی که حالا قرار چاپ بشه. ببینید اینجا در حقیقت تاب پاپ آپ یک سری متغیر، یک متغیرهایی رو دریافت میکنه که من اسم این متغیر رو گذاشتم دیتا. این متغیرها همون این در واقع متغیرها و پارامترها همون عباراتی هستن که قرار چاپ بشه. حالا بعد خدمتتون یک مقداری جلو بریم خدمتتون توضیح میدم که این متغیر از کجا میاد، یعنی این ورودی داده رو من از کجا مشخص میکنم. فعلا هنوز به اونجا نرسیدیم، فقط داریم یک تابه تعریف میکنیم. فرض میکنیم دیتا، متغیر دیتا اون عباراتیه که قرار چاپ بشه. من این دیتا رو میدم به این عبارت، میدم به تابع document.write. این دیتا رو میدم به این و مینویسم دیتا. همین، یعنی این دیتا رو من از این به عنوان ورودی، تابع پاپا به عنوان ورودی دیتا رو دریافت میکنه. این document.write این دیتا رو میگیره و توی پنجره my window چاپ میکنه و مینویسه. خب مطلب کد بعدی که باید بنویسیم، تا اینجا ما در حقیقت اومدیم یه پنجره رو باز کردیم با یه سری مشخصاتی، با یک عنوانی و یک سری مطالبی رو توش نوشتیم. حالا ما میخواییم پرینت هم بگیریم دیگه. هدف ما اصلا پرینت بود، نمایش فقط نبود، هدفمون پرینت بود. خب باز دوباره میام با اسم متغیر رو مینویسم my window dot print. با این عبارت در واقع با این متد پرینت ما انجام میشه به همین سادگی. تا در مرحله آخر هم فقط کافیه این پنجره‌ای که در حقیقت باز شده رو فقط کافیه کلوز کنم. و یک مطلب دیگه هم که باید بنویسم اینه که بنویسم return true، که این هم خیلی مهمه. ببینید این return true کاری که در حقیقت انجام میده اینه که میگه تا زمانی که عبارتی برای چاپ کردن وجود داره
این حل این فانکشن پاپ آپ ادامه داشته باشه و قطع نشه. من یک بار دیگه ساختار این تابه رو خدمتتون به صورت مختصر میگم. یک تابی است به اسم پاپ آپ، یک متغیری دریافت میکنه به نام دیتا. بعد که این متغیر دریافت شد، یک پنجره باز میشه با این مشخصات به اسم مای ویندو. توی این پنجره مای ویندو من یک عنوان نوشتم و این متغیر دیتا که ورودی تابع من بود، این رو من اومدم اینجا گذاشتم. این دیتا رو اومدم نوشتم، اومدم توی صفحه قرار دادم، توی مای ویندو نوشتم و بعد این مای ویندو رو چاپ کردم، بعد مای ویندو رو کلوز کردم. این ریترن تو رو میگه تا زمانی که عبارتی برای چاپ کردن وجود داره، یعنی متغیری به اسم دیتا وجود داره، این فانکشن ادامه پیدا میکنه، یعنی فانکشن تموم نمیشه. من اگر این رو نذارم، اتفاقی که میفته اینه که ممکنه یک عبارتی رو چاپ کنه، بعد یک قسمتی رو چاپ کنه، بعد بیاد اینجا کلوز بشه، حلقه تموم بشه و از حلقه خارج بشه، تمام اون مطالبی که من میخوام رو چاپ نمیکنه. این ریترن تو رو فقط یعنی همین. خب ما تو اینجا توابع جاوا اسکریپتی رو اومدیم تعریف کردیم، فقط مونده از اون استفاده کنیم. قبل از این که حالا من بتونم در حقیقت از این توابع جاوا اسکریپت استفاده کنم، احتیاج به یک دکمه دارم که یک باتنی که کاربر با کلیک بر روی اون بتونه در حقیقت عملیات چاپ رو انجام بده. یک عکس رو من حالا گرفته بودم اینجا، عکس یک پرینتری بود، میخوام همین رو به عنوان در واقع دکمه خودم در نظر بگیرم. این عکس باتن، این عکس پرینتر رو میخوام به عنوان دکمه در نظر بگیرم که کاربر با کلیک بر روی اون بتونه در حقیقت عملیات چاپ رو انجام بده. خب برای این منظور یک تگ HTML می‌نویسم، آدرس این عکس رو میدیم، با این عکس رو مقداردهی میکنیم، ارزش رو چون خوب فکر میکنم خیلی بزرگ باشه عکس، ارزش رو میدم 150 پیکسل. خروجی رو ببینیم چی میشه. خب میبینیم که یک عکس اومد در حقیقت توی اینجا قرار گرفت. این قرار دکمه در حقیقت پرینت من بشه که کاربر با کلیک بر روی اون عملیات پرینتش انجام بشه. حالا این رو من با اجازه شما با تگ سنتر وسط چین میکنم که زیباتر بشه. خب این هم در حقیقت دکمه باتن من. حالا قرار ما توی این دکمه باتن، قرار وقتی که در حقیقت روی این دکمه باتن کلیک میشه، این رویداد و اون ایونت جاوا اسکریپتی، این توابع جاوا اسکریپتی قرار فراخوانی بشه به محض اینکه روش کلیک شد. برای این منظور من یک تگ آ رو باز میکنم. تگ آ یک اتریبیوت معروف داره به نام href. اینجا این href رو لازم نیست مقداردهی کنین، فقط من این رو گذاشتم برای اینکه این عکس من تبدیل بشه به یک دکمه. الان ملاحظه کنید وقتی من موس رو میبرم روی این عکس، اگر دکمه باشه خب باید تبدیل به یک دست بشه، همونطور که میدونید این علامت نشانگر موس باید تبدیل به یک دست بشه، ولی اینجا این اتفاق نیفتاده. با تگ آ من این تگ آ رو گذاشتم که این اتفاق بیفته و وقتی من موس رو میبرم روی این عکس، این نشانگرم تبدیل به یک دست بشه که اینجوری کاربر بهتر متوجه بشه. ببینید وقتی من نشانگر رو میبرم روی موس، نشانگر رو میبرم روی این عکس، تبدیل به یک دست میشه و یک حالت یک دکمه رو به خودش گرفته. خب یک حالا قدم بعد اینه که من توابعی که در حقیقت نوشتم رو بیام فراخوانی کنم و کال کنم. با استفاده از عبارت آن کلیک من میتونم در حقیقت این توابع رو فراخوانی کنم در هنگام کلیک کردن. تابع آن کلیک، اتریبیوت آن کلیک، کاری که میکنه هنگامی که ما روی این عکس کلیک کردیم اون تابع رو میاد فراخوانی میکنه. خب
این تابع آن کلیک اسم تا اسم اون تابعی که من میخوام رو مینویسم روی توی اتریبیوت آن کلیک اسم اون تابعی که میخوام رو مینویسم. اسم تابع از پرینت پیج، اسم تابعی که نوشتم از پرینت پیج، خب همین رو مینویسم پرینت پیج. حالا شما هر اسمی که برای تابعتون گذاشتین خب بدیهی که بعد اون رو بنویسین. این تابع پرینت پیج اگر اینجا دقت کنید یک ورودی داشت که خدمتتون هم عرض کردم، یه متغیری رو به عنوان ورودی دریافت میکرد. این متغیر رو هم من بهش این ورودی تابع پرینت پیج رو من اینجا باید مشخص کنم که چه چیزی میخواد به عنوان ورودی باشه. خب برای اینکه در واقع ورودی تابع پرینت پیج رو ما مشخص کنیم، یک کلاس یا یک دیویژنی تعریف میکنیم. آره من این رو از قبل تعریف کرده بودم، پاکش میکنم که در واقع از اول تعریف میکنم که کاملا قابل فهم باشه. یک دیویژن تعریف میکنم به اسم، حالا به هر اسمی که میخوام، یک آیدی به این دیویژن میدم. مثلا اسمی رو من میزنم مای دیو. این تیبلی که قرار چاپ بشه، این لیست قیمتی که هدف ما چاپ این لیست قیمت بود، این سورس کد همون لیست قیمت است. این کد همون لیست قیمته، یک تیبل خیلی ساده. این تیبل رو من میذارم بین در واقع دیویژن مای دیو. یک دیویژن تعریف کردم به اسم مای دیو، با آیدی مای دیو. این تیبل رو گذاشتم بین این دیویژن، داخل این دیویژن. ورودی من میشه چی؟ ورودی من میشه همین، ورودی من میشه شارپ مای دیو، یعنی آیدی مای دیو. یک بار دیگه خدمتتون میگم، ببینید یک تیبلی رو ما داریم که قرار این تیبل چاپ بشه. این تیبل رو بین یک دیویژنی گذاشتم، این دیویژنه یک آیدی بهش دادم به اسم مای دیو. مای دیو آیدی این دیویژن من هست و اینجا تنها کاری که کردم ورودی این تابل رو گذاشتم شارپ مای دیو. حالا اینجا من به دیویژنم آیدی دادم. اگر این یک کلاس بود، یعنی همین بود در واقع، مثلا کلاس مای دیو، کلاس مای دیو، مثلا اگر یکم چیزی بود، من فقط به جای در واقع این شارپ کافی بود که نقطه بذارم، یک دات بذارم. خب میدونی که فرق آیدی و کلاس در همینه که در واقع کلاس با دات فراخوانی میشه و آیدی با شارپ فراخوانی میشه، هیچ فرق دیگه ای نداره. حالا این بسته به کد شما داره. به همین سادگی این کار ما دیگه تقریبا تموم شد. من یک بار این رو خروجیش رو میگیرم برای عزیزان ببینیم که چی میشه. الان من وقتی موس رو میبرم روی این عکس، در حقیقت تبدیل به دست میشه این عکس، روش کلیک میکنم، میبینم که در حقیقت یک پریویویی به من داده توی اینجا قبل از اینکه عملیات چاپ شروع بشه. اون چیزهایی که قرار چاپ بشه، اون مطالبی که قرار چاپ بشه رو به کاربر داره نشون میده، میگه آقا شما دارین یک همچین چیزهایی رو میخوان چاپ بگیرین، این لیست قیمت با این در واقع اطلاعات رو شما میخوان چاپ کنید. همزمان پنجره پرینت هم برای من باز شده و میبینین که الان آماده پرینت. اگر دستگاه شما، دستگاه من بسته به پرینتر باشه، عملیات پرینت انجام میشه. من برای اینکه خروجی رو، حالا خروجی نهایی رو خدمت شما نشون بدم، خروجی رو میفرستم به حالا نرم افزار دو پی دی اف، اینو در قالب یک پی دی اف خروجی رو بهتون نشون میدم که ببینیم خروجیش چیه. خب خروجیش رو در قالب یک پی دی اف گرفتیم. این پی دی اف دقیقا همون چیزیه که قرار چاپ بشه، یعنی کاربر توی صفحه که قرار چاپ بشه توی اون برگه، دقیقا یک همچین چیزی برای کاربر چاپ میشه. عملیات پرینت ما به درستی انجام شده و کار ما تموم شده. یک بار دیگه من خدمتتون در واقع مطالب گفته شده رو یک بررسی مجدد میکنیم. اگر حالا احیانا جایی رو نمیدونم تون گفتم یا متوجه نشدین، برای همین دوباره بررسی میکنیم که هیچ نکته
غیر قابل فهمی وجود نداشته باشه. این قسمت که ما اصلا بهش کاری نداریم، این یک سورس کد، یک کدی بود که من از سایت جی‌کوئری فقط اومدم گرفتم، اومدم کپی پیست کردم، من این رو ننوشتم چون اصلا این رو نباید من بنویسم. این یک سورس کدیه که سایت جی‌کوئری میگه شما این رو بین تگ هدت قرار بده تا در حقیقت سایت جی‌کوئری به پروژه شما پیوست بخوره. این کد رو من اومدم فقط کپی پیست کردم از سایت جی‌کوئری. این که قدم اول، این هیچ چیز برای توضیح دادن نداد. قدم دوم، من یک تگ، یک در واقع اسکریپت جاوا اسکریپتی رو باز کردم. دقت کنید که حتما همونطور که احتمالاً باید بدونید کدهای در واقع جاوا اسکریپت رو در واقع باید بین این تگ قرار بدیم. اسکریپت تایپ تکست جاوا اسکریپت، حتما بعد نوعش رو مشخص کنیم، تایپش رو مشخص کنیم که جاوا اسکریپت. این خیلی اهمیت داره، وگرنه خب بدیهی کار نمیکنه. این یک نکته. و یک نکته این که این کدهای جاوا اسکریپت رو بعد حتما بین تگ هد قرار بدیم. بعضا من میبینم بعضی از دوستان مثلا تو بادی قرار میدن بعد کار نمیکنه، این حتما بعد تو تگ قرار بدیم. بعد اومدیم یک تابی رو تعریف کردیم با کلمه کلیدی فانکشن که برای تعریف تاب است. یک تابی رو تعریف کردم به اسم پرینت پیج، گفتم اصلا اهمیتی نداره اسم این تاب چیه. این تابه یک در واقع ورودی رو میگیره به اسم element. حالا باز این هم یک اسمه، ما درگیر اسم میشیم، اسم کاملا دل بخواهیه. این تابه پرینت پیج یک اسم، یک ورودی میگیره به اسم element. داخل تابه پرینت پیج من یک تابه دیگر رو اومدم کال کردم، اومدم فراخوانی کردم به اسم پاپ آپ. اومدم یک تابه ایجاد کردم به اسم پرینت پیج، داخل پرینت پیج یک تابه دیگه اومدم فراخوانی کردم به اسم پاپ آپ. این پاپ آپ همون متغیریه که من گفتم پرینت پیج یک متغیر ورودی میگیره. این ورودی رو من دوباره میدم به تابه پاپ آپ، این ورودی رو میدم به تابه پاپ آپ. بعد اومدم تابه پاپ آپ رو اومدم ایجاد کردم، تابه پاپ آپ هم یک ورودی باس میگیره. این ورودی تابه پاپ آپ همین المنتی است که ما میبینیم اینجا داریم میبینیم، یعنی این یک متغیری ابتدا میره داخل تابه پرینت پیج به اسم المنت. بعد من تابه پاپ آپ رو فراخوانی میکنم، این المنت رو، این متغیر رو دوباره میدم به تابه پاپ آپ. اینجا فقط اسمش تغییر کرده، فقط اسمش تغییر کرده. از نظر برنامه‌نویسی اسمش باید یک اسم جدا باشه، چون برای اینکه خب خطایی به وجود ند و این دوتا به هم دیگه در واقع قاطی نشن و تفکیک بشن از هم دیگه، ما اومدیم اسمش رو جدا کردیم، اسمش رو گذاشتم دیتا. این دیتا همین المنت اینجا هست، همین المنتی که اینجا میبینید اینجا اسمش شده دیتا. من اینجا یک متغیری تعریف کردم به اسم مای ویندو. این مای ویندو رو برابر با این عبارت قرار دادم، ویندو دات اوپن. این ویندو دات اوپن یک متدی است که یک پاپ آپی رو قراره، یه پنجره ای رو قراره برای ما باز کنه، یه پنجره ای رو بهتره بگیم قراره برای ما باز کنه. من اومدم یک سری مشخصاتی هم براش تعریف کردم که خب باید تعریف کنیم، البته اهمیتی نداره که اینجا شما چی میذارین، کاملا دست خودتونه و برمیگرده به سلیقه و حالا کار شما. یک در واقع متد دیگه داریم به نام document.write که گفتیم برای نوشتنه. یک بار من اومدم عنوان صفحه‌مو نوشتم، یک بار دیگه با استفاده از همین document.write اومدم اطلاعاتی رو که میخوام در واقع چاپ کنم رو اومدم نوشتم، همین دیتایی که متغیر ورودی تابه پاپ آپ من هست رو اومدم اینجا چاپ کردم. و در نهایت این پنجره باز شده رو اومدم با استفاده از تابه مای ویندو دات پرینت اومدم پرینت گرفتم، بعد پنجره باز شده رو اومدم کلوز کردم و بعدم اومدم یک دستوری گذاشتم، گفتم تا زمانی این که در حقیقت عبارتی برای چاپ کردن وجود داره بیا و این ریتن ترو، بیا و در واقع این تابه رو در واقع اجرا کن. یعنی این تابه تنها زمانی تموم میشه و کارش به پایان میرسه که دیگه هیچی، هیچ متغیر ورودی نداشته باشه.
خب این در واقع توابع جاوا اسکریپتی ما بود. بعد اومدیم در حقیقت یک دیویژنی تعریف کردم، اون مطالبی که میخوام چاپ بشه، چون مثلا این منویی که من اینجا، خب این منو رو که نمیخوام چاپ کنم، این فوتر یا این باتن هم قرار نیست توی در واقع چاپ آورده بشه، فقط همین جدول قراره چاپ بشه. این جدول رو اومدم در واقع بین دیویژن، یک دیویژن تعریف کردم با آیدی مای دیو، حالا این هم واسه یک اسم میتونه هر چی باشه، یک دیویژن تعریف کردم با آیدی مای دیو و این تیبل رو بین این دیویژن قرار دادم به همین سادگی. در نهایت هم یک عکس اومدم به پروژم اضافه کردم، یک عکس پرینتری بود. حالا اینجا به جای عکس میتونه یک نوشته باشه، میتونه یک باتن توی HTML تعریف کنید، هیچ محدودیتی ندارین. من اومدم یک عکس تعریف کردم، شما هر چی بخواید میتونید بزنید. این عکس رو بین تگ آ گذاشتم و یک اتریبیوت تعریف کردم به نام آن کلیک. این آن کلیک برابر با همین اسم تابع پرینت پیجه. اینجا این پرینت پیجی که شما ملاحظه میکنید، اینجا اومدم فراخوانیش کردم، اسم تابع رو آوردم و فراخوانیش کردم. و ورودی تابع، ما گفتیم که این پرینت پیج یک ورودی داره، ورودیش شارپ مای دیوه، یعنی اون دیویژنیه که تیبل بین همین دیویژنه، ورودیش در حقیقت این تیبل من هست، ورودیش این تیبل من هست. به همین سادگی، نکته خاصی نداره و فقط این که این تابع پرینت پیج در واقع این دیویژن رو به عنوان ورودی میگیره، این دیویژن که حاوی تیبل و اون مطالبیه که میخوام چاپ بشه، این دیویژن به عنوان ورودی میره به اسم المنت، میاد به تابع پرینت پیج داده میشه، تا توی تابع پرینت پیج یک تابع دیگه فراخوانی میشه به اسم پاپ اپ، و این پات اون اطلاعاتی که در حقیقت گرفته حالا داده میشه به تابع پاپ اپ، و پاپ اپ هم یک پنجره رو باز میکنه، اطلاعات رو به کاربر نشون میده و اطلاعات رو پرینت میگیره و بعدم بسته میشه. و همین سادگی یک دکمه پرینت رو ما تونستیم در واقع ایجاد کنیم. مطلب خاصی نمیمونه، امیدوارم که از آموزش لذت برده باشه و مفید بوده باشه. خدا نگهدار.